سلام بر شما در این فراخبر. نشست پشت نشست و تاکیدها بر شکلگیری حکومت فراگیر در افغانستان. اعضای نشست شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه مشترک خواهان لغو فوری تصمیم های اخیر حکومت سرپرست در برابر بانوان شدند. آنها میگویند طالبان به تعهدات خود در برابر بانوان و دختران افغان پابند باشند و در تصمیم اخیر خود تجدید نظر کنند و همچنان حکومت مشارکتی را ضروری میدانند. اما امارت اسلامی در واکنش میگوید که نگرانی تمامی کشورها را میبیند اما تلاش میکند تا تمام امورات کشور را مطابق با شریعت به پیش ببرند. و در کنار این وزیر خارجه ایران هم میگوید که راه حل مشکلات افغانستان تشکیل حکومت فراگیر با شرکت همه اقوام در این کشور است. چرا واکنش ها به نتیجه نمی رسد؟ جامعه جهانی تا چه زمانی واکنش هایش را ادامه خواهد داد؟ و در نهایت آیا امارت اسلامی به خواست های جامعه جهانی تن خواهد داد؟ اینجا در فراخبر. مهمانان شریک در بحث آقایان محمد داود عابدی، آگاه مسائل سیاسی، اینجا در کنار ما هستند و آقای احمد سعیدی، استاد دانشگاه، با ما وصل هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، به برنامه خوش آمدید. آقای عابدی، بحث را با شما آغاز میکنیم. چرا تا هنوز به یک زبان مشترک نرسید افغانستان با دنیا؟ الحمدلله و کفا و سلام علی عباد الذین اصطفا و بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین سلام های گرم خود خدمت گرامی شما، مردم عزیز افغانستان و برادر عزیز و محترم ما سعیدی صاحب تقدیم بکنم. در این رابطه هر شب محترم که افغانستان ضرورت به اجرای یک عده کارهای خانگی خود داره که او کارا تا انجام نشه جامعه جهانی فکر نمی کنم که تعاملاتشان رسمی تر بسازن با افغانستان. اونا به کرات گفتن که ما تنها صحبت ها را قبول نمی کنیم بلکه عمل می بینیم. از جانب دیگر جامعه جهانی هم مشکلات خود داره، اونا هم خواهشات درست و اغراض شوم دارن که می خواهن او را هم توسط فشارها به دست بیارن. اگر خاطر مشکل اگر میشه شده. که در نقطه بسیار خوب رسیدین، اغراض نادرستشان چی است و خواهشات درستشان کدام است؟ خواهشات درست جامعه جهانی عبارت از حق تحصیل و کار برای خانم است، آزادی بیان است، حقوق بشر است و امثال از این مسائل که جنبه جهانی داره. دنیا با این ارزش ها امروز زندگی میکنه. ای که کی به او صادق است کی نیست، او یک بحث دیگه است. اغراض شوم و غلطشانی است که ارزش های دینی و سنن افغانی را مد نظر نمیگیرن. هر جامعه انسانی از خود ارزش های داره. این ارزش ها تا وقت باید محترم شمرده شود که به منافع دیگرا تعرض نکنه. آزادی هر انسان زمان ختم میشه که آزادی شخص دیگر شروع میشه. متاسفانه جهان غرب در مجموع کوشش داره که ارزش های خودشانه که برای از اونا عزیز است و شاید برای از اونا کارآمد هم باشه در جوامع تطبیق کنه که قابلیت تطبیق نداره. به او خاطر مشکلات ایجاد شد. بسیار زیاد تشکر آقای عابدی. آقای سعیدی سلام بر شما، شما به برنامه خوش آمدین. ما به تکرار و مرتب صحبت کردیم در مورد نشست هایی که در گذشته شده، ولی این نشست شورای امنیت سازمان ملل که دیروز برگزار شد، حالا بیانیهش بیرون آمده پشت درهای بسته، فکر میکنین چی بود؟ برای آیا از جزئیات شما میدانین که چقدر برای افغانستان تاثیرگذار هستی؟ بعد سلام عرض کردم خدمت شما جناب آقای عابدی و بیننده های شما. بیایم که یک حقیقت تلخی را باید همیشه بگوییم و مردم افغانستان بفهمند. کسانی که الفبای سیاست را میدانند و میفهمند خوب به درستی میدانند که زیر کاسه نیم کاسه های وجود دارد. اول، تا اضافه تر از 1.5 سال علیه حکومت طالبان
شورای امنیت ملل متحد، امریکا، کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه و فرا منطقه، هر فیصله که کردن هیچ یک از اینا قطع نامه نبوده، فیصله نامه نبوده. چی بوده؟ اعلامیه بوده. اعلامیه یک نصیحت پدرانه است، اگر قبول میکنی بکن، اگر نمیکنی بلا برده. بنان من هیچ خاطر ندارم که به شمول شورای امنیت ملل متحد کدام قطع نامه، تکرار میکنم، کدام قطع نامه یا فیصله اعلامیه صادر کرده. اعلامیه معنای ازی را داره که به یخ بین بیست و آفتا بان یک. دوم، شورای امنیت ملل متحد به قدیم از حقوق زنها و دخترها کشورها میخواین به شکل افزاری استفاده کنن. چنان که شما فیصله نامه فیصله نمیگم، اعلامیه را شنیده باشید. اول، از پنج عضو شورای دائمی چین، روسیه و یک کشور دیگه به نام موزمبیق و کشور دیگه ایران مخالف بودن. 11 کشور دیگه امریکا و فرانسه و انگلیس و لیتوانیا و کجا و کجا و امارات ایران موافق بودن. ولی این اعلامیه بود، نه قطعنامه. حتی جای خجالتی است که از تحصیل دخترها حرفی به زبان نمد. تنها گفته شد که به مؤسسات خارجی خانمها را اجازه بدید. بنان نفاق و شقاقی که بین شورای امنیت ملل متحد وجود داره، هر کس اگر توقع میکنه که شورای امنیت به نفع افغانستان کار میکنه، او آدمی عاقلی نیست، آدمی با منطقی حتی نیست، به خاطر از اینکه تمام اینا اعلامیه صادر میکنن، نه قطعنامه. آقای سعیدی، این کشورهایی که شما یاد کردین در شورای امنیت، شورای امنیت سازمان ملل، حق ویتو دارند، تصمیم گیری میکنند، اینا در مورد افغانستان چقدر اختلاف دیدگاه دارند و چقدر از همدیگر فاصله دارد دیدگاهشان؟ آیا این کشورها همین گونه که وقتی جامعه جهانی از پیش شرط های سخن میزنه همه به یک باور هستند یا نه؟ ببینید، اینها دنبال منافع مردم افغانستان، دنبال به خاطر زدودن فقر در افغانستان، به خاطر بیچارگی مردم افغانستان اینا نیستن. اینا دنبال منافع خود هستن. به شما اکیدا میگویم بعد از این در شورای امنیت ملل متحد ولو که قطعنامه صادر کنند، به هر طرفی که امریکا رای مثبت بده، چین و روسیه رای مخالف میده. به هر طرفی که روسیه و چین رای موافق بدن، امریکا رای مخالفت میده. بلان دیگه شورای امنیت ملل متحد غیر از یک آله افزاری دست دیگه ارزش برمیت نداره، به خاطر از این قربانی از اینها است. اینا مخالفت ها خود اگر در مورد افغانستان است، در مورد جهان است، جورازمایی میکن. منطق و اصول و پرانسیب ها، کنوانسیون ها و ارزش های ملی وجود ندارد، فقط رقابت های دینه و قربانی مردم افغانستان. پس به همین خاطر رسیدن به تعامل دشوار شده تا اینجای کار؟ به این صورت من براتون میگم که اینا تا وقتی که اینا به نافع همه در یک ترازو برابر نباشه، یکی بر یکی دیگه ترازویش وزن داشته باشه، هرگز فیصله نامه ای صادر شده نمیتونه. سالها دوام خواهد کرد و بدبختی ها ادامه پیدا کرد. شما ببینید، قراری از اینکه به خاطر منع کردن سفرهای طالبان در خارج اینا به توافق نرسیدن، سه ماه دو گذشته تا حالا هیچ فیصله صورت نگرفت، چون اینا میخوان با شورای امنیت ملل متحد زورآزمایی کنن، ولی درد و رنج و مشقت و گرسنگی و پریشانیش مردم افغانستان بکشن. بسیار زیاد تشکر. آقای عابدی، صحبت های آقای سعیدی را شنیدیم، ولی پرسش اینجاست که چرا یخ های بی‌اعتمادی میان حکومت سرپرست و دنیا، حالا با آمریکا که توافقنامه امضا کرده، هر از گاه صحبت ها را نگاه میکنیم که به یکدیگر تاخت و تاز دارن، خط و نشان میکشن و از نقص توافقنامه دو هم سخن میزنن، چرا آب نمیشه این یخ های بی‌اعتمادی؟ مردم افغانستان یک خصوصیت داره که هر قدر فشار سرشان زیاد کنی به مو اندازه مقاوم میشن. پالیسی و سیاست فشار در افغانستان کار نمیتن. ما شما در مدت 44 سال گذشته دیدیم که نه فشار نظامی، نه فشارهای اقتصادی و نه فشارهای انواع دیگهش یکیش کار نداد. جامعه جهانی پس دنیا روی رای حل فکر نمیکنه به باور شما؟ برای فعلا دنیا برای اهداف خود کار میکنه. رای حل او نیست که یک طرف تصمیم بگیره، رای حل او میباشه که هر دو طرف به او توافق بکنه، که در اینجا سه طرف است، نه دو طرف. یک طرف جامعه جهانی است، یک طرف امارات اسلامی است، یک طرف مردم افغانستان است. بله.
ای سه طرف تاله هیچ کدامش با هم با تفاهم نرسیده، نه جامعه جهانی با امارت اسلامی افغانستان به تفاهم رسیده، نه با مردم افغانستان و نه مردم افغانستان با امارت اسلامی به تفاهم رسیده و نه با جامعه جهانی. در هیچ شک نیست که مردم ما و امکان تفاهم در همه 1.5 سال وجود داشت فکر میکنید؟ امکان تفاهم هر لحظه هست، هر لحظه. خب مکانیزم چی میتونه باشه برای امریکا؟ مکانیزم برای نه تنها امریکا، برای افغانستان، برای امارات، برای همه جهان ارزش هایی است که برای مردم افغانستان و جهان مهم است. برای مردم افغانستان داشتن یک نظام اسلامی واقعی مهم است. برای مردم افغانستان آزادی بیان، حق تحصیل، حفظ شخصیت و عزتشان و یک اقتصاد قوی که بتانه افغانستان از حالت احتیاجی و محتاجی نجات بده، این مهم است که اولادشان بتانه به درس و تحصیل بروند. برای جامعه جهانی از نگاه امنیتی مسائل تروریسم مهم است. از نگاه حقوق مدنی مسائل است که ما شما در تمام اخبار میشنویم. رای حالی است که هم مردم ما هم امارت اسلامی در قدم اول نظر به یک قانون اساسی که مسئولیت های دولت و مسئولیت های ملت واضح شود در او با هم به مشروعیت ملی تفاهم کنند. از طریق از این وثیقه ملی با جامعه جهانی تفاهم صورت بگیرد. یعنی شما باور داریم وقتی که در داخل به یک نتیجه برسیم بعد میشه بیرونی ها را قناعت داد؟ کلید اول رضایت الله است و رضایت الله در این است که مردمش و خلق خدا با عزت و با آرامش زندگی بکنه و این بسیار مهم است که مردم افغانستان و امارت اسلامی در یک صفحه با هم صحبت بکنن، با هم نزدیک باشن. این باعث میشه که هم امارت بسیار قوی و درخشنده بتابه، هم مردم ما مطمئن باشند که نمایندگی درست ازشان میشه در جامعه جهانی و هم جامعه جهانی نمیتونه اعتراض بکنه، به خاطر از این که وقتی ملت افغان پشتیبانی حکومت خود باشند، جامعه جهانی تا آنگاهی که از سرحدات افغانستان بر از اونا خطر مواجه نباشه حق از این را ندارن که در امور داخلی ما مداخله کنند. همونطور که شما یاد کردین، ولی کشورها مثلا از نشست مسکو بگیریم تا نشست شانگهای بگیریم تا نشست تهران تا نشست دهلی، همواره از حکومت فراگیر سخن زدن. در روزهای پسین، در یک دو هفته پیش، مثلا وزیران خارجه پاکستان و ایران در مورد حکومت فراگیر سخن زدن. حالا همین حرف دوباره تکرار میکنه وزیر خارجه ایران، از حکومت فراگیر در افغانستان سخن میزنه. اینا حق به جانب هستن چون این حرفی را بزنن؟ در قدم اول باید حکومت فراگیر تشریح شود. معنای حکومت فراگیر چی است؟ تا حال هیچ حکومت و هیچ نهاد علمی در رابطه با افغانستان حکومت فراگیر را تشریح نکرده. اگر هدفی باشه که حکومت فراگیر اقوام مختلف در حکومت باشند، خب افغانستان تمام اقوامش فعلا در حکومت است. اگر هدف فراگیری باشه که متخصصین در افغانستان داخل باشن، این یک ادعای درست است. اما ما فکر نمی کنم که هدف حکومت فراگیری باشه که تنها متخصصین در این حکومت باشه. پس به نظر من خود امارت اسلامی افغانستان با مردم افغانستان به یک تفاهم بیاید و این بدون قانون اساسی عملی نیست. چرا این قانون اساسی یک کشور است که حکومت ها را تشریح میده؟ ما در 4 آلت قرار داریم اینجا در افغانستان. در مدت 100 سال اخیر اگر بگوییم، ما همین طریق به قدرت رسیدن تشریح نکردیم برای ملت خود. قدرت هایی که آمده اکثرا یا به طریق کودتا بوده، یا به طریق پادشاهی میراثی بوده، یا از طریق غلبه و اشغال اجانب بوده و دست نشانده های خدا داشتن، و یا ایست که ملت قیام کرده، جنگیده
و از بین ملت رهبری پیدا شده و امور مردم پذیرفته. اما هیچ کدامی از این نتانسته در یک وثیقه ملی بر ملت ما واضح یعنی بسازه. باید بنیادی رویش فکر شوه و اجرا شوه. برمیگردیم آقای عابدی، روی راه حل ها میپردازیم. آقای سیدی، آیا این واکنش ها ادامه پیدا میکنه؟ فکر میکنید تا چه زمانی؟ تا روز یک سال و شش ماه میگذره، دنیا میگه حکومت همه شمول، و تا هنوز تعریف مشخصی هم از حکومت همه شمول ارائه نکرده. و در ضمن طالبان هم میگویند که حکومت ما همه شمول در همه شمول تن و ملا و مولوی حساب کنیم، بله بدون تشویش بدون شک همه شمول است، از ملا و مولوی همه شمول است، ولی دیگه کسا کمتر است. برمیگردیم یزی که همیشه دنیا کوشش کرده به شمول امریکا که حکومت ها را به یک نحوی به چالش مواجه کنند. ببینید از طرف میگویند که ما وضعیت تحصیل خوب نیست و خانم ها در مؤسسات خارجی کار نمیکنه، از طرف باز امروز 40 میلیون دلار فرستادن، ولی حساب و کتاب هم معلوم نیست که به کجا مصرف بشه. من به یقین هستم که دنیای غرب در رأس امریکا و کشورهای دیگه در تلاش هستند که حکومتی در افغانستان باشه که به رسمیت شناخته نشه، چالش های اقتصادی داشته باشه، چالش های امنیتی داشته باشه، مشکلات ملی داشته باشه، تا بتانه توریزم رشد کنه و کشورهای منطقه را تحریک کنه. اگر طالبان میخواهند یه حکومتشان ادامه پیدا کنه، بسیار خوب است که در قدم اول به مردم افغانستان آشتی کنند. بعد از آشتی کردن به مردم افغانستان، دوم با دنیا آشتی کنند. نرم ارزش‌های ملی و بین ملی را مد نظر بگیرند. بنابراین یکی دیگه نمی من ملا نیستم، این شریعت که میگن، این شریعت را تعریف کنند که شریعت در چی چوکات، چی در کجا، حدیث، آیت. اگر گپ آیت باشه، آیت گفته که تعلیم و تربیه باید باشه، اگر آیت باشه. اگر کلام حدیثی گفته که نباشه، خب من نشنیدم. بنابراین بهتر است که با مردم افغانستان. ولی مداخله چی است؟ شما امروز شاید خارج موضوع باشه، شما شنیدین که پامپیو وزیر خارجه سابق امریکا گفتی حکومت اشرف غنی با تقلب بود و صلح نمیخواست. هیچ کسی پیدا نشد در افغانستان پرسان کنه که آقای پامپیو، شما بودین که در دوره اول انتخابات وزیر خارجه شما جان کیری آمد تقلب غنی را رسمیت بخشید، در دوره آخر نماینده خاص شما زلمه خلیزا، جان میلر جنرال شما و سفیر شما به تعلیف اشرف غنی اشتراک کردن که او را مشروعیت ببخشد. بنابراین شما خواهندترین یا مردم افغانستان، شما دوستترین یا مردم افغانستان، شما آقای پامپیو نبودیم که اولین نفر بودیم که به اشرف غنی تبریک گفتیم، حالا اگر در خانه کس است یک حرف بس است. ولی آقای سعیدی، آن چیزی که شما گفتین به عنوان راه حل که باید امارت اسلامی به او توجه کنه، بحث آشتی با مردم افغانستان رو مطرح کردین. امارت اسلامی به صحبتاش به صراحت گفته ما تمام شرایط تکمیل کردیم. من به یقین هستم که اگر امارت اسلامی سوا تمام زنها را مؤسسات خارجی اجازه بده مکاتب و پانتونا را واز کنه، باز حرف دیگه پیدا میشه. حرف دیگه، باز اگر این کار را اجرا کنه حرف دیگه پیدا میشه. به خاطری که اکثر ارزش ها سیاسی است و طراحی شده است. من به یقین هستم که در حال حاضر، در حالی که اکثری از رهبری طالبان سفر به خارج کرده نمیتونن، در کنفرانس های بین المللی اشتراک کرده نمیتونن، بنابراین دنیا این وضعیت نگاه میکنه، به خاطر ناامنی منطقه، تکرار میکنم، به خاطر ناامن شدن منطقه این وضعیت نگاه میکنه. بله، اما کشورهای منطقه چه خواهند کرد؟ قدم های بعدی کشورهای منطقه چه خواهد بود؟ مثلا ایران از شکلگیری حکومت فراگیر سخن میزنه. ببینید همه کشورهای اسلامی 57 کشور است، بس توی افغانستان همه 56 کشور گفتن که راجع به تعلیم تربیه دخترها اسلامی نیست، کس تمکین کرد؟ دوم، همه کشورهای اسلامی اکثریت مزدور امریکا هستند، نوکر روسیه هستند، مزدور غرب هستند. شما اینا رو مستقل حساب میکنین؟ همه کشورهای عربی از مزدور امریکا کده مزدورتر هستند. بنابراین تا وقتی که امریکا به رسمیت نشناخته، تا وقتی که روسیه نشناسه، تا وقتی که چین نشناسه، این کشورهای اسلامی رو به قصه ایش نباشین. اینا سالا گپ میزنن. همین لحظه مهاجرین ما را کشورهای کافیر که نه خدا را قبول دارن نه پیغمبرشه جای میتن، ولی کشورهای اسلامی ترکیه و ایران و پاکستان هر روز مهاجرین ما رو به کچه میرای زندان نمیبرن، نمیزنن. اینا اسلامی چی هستن؟
اسلام اسلام خود شفقت داره، اسلام خود محبت داره، باید کشورهای اسلامی به ما رحم کنن، کرم کنن. اینا از اینا مزدور امریکا هستن. بسیار زیاد تشکر آقای عابدی. همونطور که آقای سعیدی گفت، شما هم در صحبتهایتان اشاره داشتین که دنیا مصروف زد و بندهای خودش است و به دنبال منافعش. حالا اینجا افغانستان با تمام چالش هایی که داره با میبینین، هر روز گزارش میشه، چی باید شوه؟ یعنی راه حل بنیادی که پیشتر میخواستین رو صحبت کنین او کدام است؟ به نظر من راه حل بنیادی تفاهم امارت اسلامی با ملتش است. یک ملتی که با هم باشه میتونه مشکلات خود هم آهنگ حل بکنن. ما بسیار ضرورت داریم که در داخل افغانستان خود جمع جور بکنیم. امارت اسلامی امنیت آورده، استقلال افغانستان اعاده شده و به سرحدات افغانستان تا یک اندازه را کسی تجاوز نمیکنه. حال زمان یه رسیده که یک شورای مقتدر از ملت جور شوه، نظریات از 34 ولایت افغانستان ارزیابی شوه، روی وثیقه شرعی کار شوه که به نام قانونی اساسی تصویب و تصویب شوه. بعد از او ببخشید، بعد از او به جهان اسلام و جهان عامه جهان پیشکش شوه. شاید به این طریق ما بتانیم که یک راه حل اساسی را برای کشور خود، برای نسل آینده، برای نسل جوان، ما باید یک راه و طریق را بانیم که دیگه اونا دست به سلاح نبرند، بلکه دست به قلم ببرند، دست به افکار جدید و مدرنایزیشن ببرند. به این خاطر ضرور است، این مسئولیت امارت اسلامی هم است و این امارت نخبگانی افغانستان هم است و امارت همه مسئولیت همه ملت است که برای نسل آینده، برای اطفال از این کشور یک چیزی را از خود باقی بانند که اونا دیگه نجنگند. اگر این پیشنهادی که شما کردین نشوه، وقعی گذاشته نشه، سناریوی بد کدام میتونه باشه؟ سناریوی بد فقر است، بیچارگی است. هیچ وقت ما به افغانستان مقتدر، مستقل از هر نگاه و مرفع نمیتونیم برسیم. بدونی از این که در یک ملت برادری و اخوت و تفاهم و مهربانی باشه و کار به اهل کار سپرده شده باشه، از تخصص افرادی که سالها در پالوی یک شمع تحصیل کردن استفاده نشه، بعید است که ما ملت پیشرفته داشته باشیم. امروز دنیا بسیار پیشرفت کرده. بله. از دید و از زمانی که خصوصا اینترنت پیدا شد، دنیا مثل یک قبیله وارد شده. ما و شما همین لحظه صحبت میکنیم، برادران و خواهران ما و شما در غرب و در همه دنیا ما را میبینن. خود ازی یک سند مدرنایزیشن دنیا است. به او خاطر ما باید ارزش‌های اسلامی خود حفظ کنیم، با ارزش‌های ملی خود ما هنگ بسازیم و با جهان تعامل داشته باشیم. بسیار زیاد تشکر آقای سعیدی. یک دقیقه فرصت داریم، حرفای ناگفته چی است؟ آقای عابدی شورای مقتدر گفتند که با مردم افغانستان ایجاد شود، صحبت شود. حرفای آقای عابدی از نگاه منطق و دانش بسیار درست است، ولی کی امی زنگ به گردن پیشک بندازه؟ کی کار بکنه؟ من فکر میکنم که حرفای آقای عابدی حرفای خوبی است، ولی ارمانی است. من به این باور هستم که وضعیت با همین بحران ادامه پیدا میکنه تا داعش بیشتر تقویه شه، القاعده بیشتر تقویه شه، منطقه به چالش کشیده شه، با بعد به تصمیم گرفته میشه. من به زودی به یک راه حلی درستی باور ندارم. و امارت اسلامی چه خواهد کرد پس از این فکر میکنه؟ امارت اسلامی قربانی این بازی میشه، بازی که داعش تقویه بشه، القاعده تقویه بشه، در دراز مدت بعد از چند ماه و چند سال امارت اسلامی هم قربانی از این بازی میشه. سپاسگزارم آقای سعیدی و آقای عابدی، از حضورتان سپاسگزار هستم و همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزار، شب بخیر.